بنام خدا. هموطنان گرامی سلام، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر از صفحه جهانی سیاست افغانستان با حضور مهمانان گرامی، هر یک دکتر صدر نور احمد خالدی و محترم حامد نظری و جناب رئوف کوهستانی. یکی از پدیده‌های چالش‌زا که بین هفت دهه اخیر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده بحث دیورند است. اتفاقاتی که همسایه جنوبی ما عرضگاه سیاستهایش را به صورت پیش میبرد که ما را قرار نمیگذارد و در حال حاضر تقریبا به اهدافش نائل گشته، بخاطر استقرار جغرافیا و سیاست خودش نظر به تعاملات جهانی و یا احتمالا در عقبه پاکستان کشورهایی که آن را مدیریت میکنند. از گاهی که با کارشناسان پاکستانی ما صحبت میکنیم، آنها از ما گله دارند. شما اگر ادعای ارضی به کشور ما نداشته باشید، ما به شما کاری نداریم. ولی دیده میشه در داخل افغانستان بحث پیوران یک سیاست است که پاکستان را تحریک میکنند و خود ما در واقع به یک انسجام فکری واحد در عرصه سیاست ملی نرسیدیم. لازا بخاطر اینکه پدیده‌های چالش‌دار را به دقل برسانیم، از کارشناسان محترم دعوت کردیم در باره دیورن و چالش‌ها طرح مباحث داشته باشند تا بتوانیم یک سیاست ملی، علمی و وطنی را در پیش بگیریم. حضور مهمانان را خوش آمد می‌گوییم. از جناب حامد نظری معرف و محقق می‌خواهیم طرح مباحث داشته باشند. در خدمت دوستان هستیم. بفرمایید جناب نظری. خب اکیدا عرض ادب به درود به دوستان و شما و دوستانی که برنامه را نگاه میکنند. اگر اجازه داشته باشم قبل از اینکه وارد بحث دیورن شوم، یک وقایعی که قبل از او صورت گرفت در تاریخ امی سرزمین که زمین اساس شد یعنی سرحدها و مرزها و همینا درست شود، یک مکس کوتاهی بکنم. خب زیاد عمیق نمیریم به تاریخ، بلکه میگردیم بعد از مرگ احمدشاه دورانی که در سال 1773 صورت گرفت و رسید قدرت به دست خانواده و اولاد و نواسه هایش و بعد از او به حاکمیت های بعدی که آمد، افغانستان تبدیل شد در 107 سال تا رسیدن به حمید عبدالرحمن خان سال 1880، 107 سال فاصله است بین مرگ احمدشاه دورانی تا موضوع دیورن. در این مدت میبینیم که افغانستان چی عوامل باعث شد که او میراث امپراتوری که از نادر افشار بخش بزرگ و عظیمش به احمدشاه دورانی رسید و خودش به نام شاه خراسان معرفی کرد و حکومت کرد و لشکرکشی ها کرد و بعد از او چرا او نیمه امپراتوری و که در دستش بود و او میره بعدن به این حالت کشانده میشد. اولا مسئله قوم و قومگرایی که یک بدبختی بزرگ در داخل افغانستان است و دست به دست شده و تضادهای قبیلوی که در داخل افغانستان بود بین قبایل مختلف دلزهی ها، پوپلزهی ها، غلزهی ها و امثال از اینا و رقابت هایی که اینا در این منطقه برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت خودشان داشتن و افغانستان تبدیل شد به 107 سال میدان جنگ بین قبایل مختلف و حتی بعدا اگر در زمان بعد از مرگ امیر دوست محمد خان ببینیم بین برادرها جنگ بود، خانواده و خانواده با هم در جنگ و زد و خورد بودن برای گرفتن و حفظ قدرت. یعنی زمینه عوامل باعث میشه که کمپنی هند شرقی چیگونه یواش یواش خودش در این منطقه برسانه و این منطقه را تجزیش بکنه بود و همچنان شاهان فاسد و والیان و حاکمان فاسده که داشتیم اینا با گرفتن پول، با گرفتن امتیازات و امثال از اینا مناطق فروختن به انگلیسی ها و خودشان رفتن به منطقه مثل خاندان علی عیار اگر نگاه بکنیم که از پشاور با پول عوض کردن و می کردیم مناطق دیگه که نگاه بکنیم که چی گونه خوشخدمتی به دربار انگلیس می کردن تا که اینا را به قدرت برسانند.
به این ترتیب اگر ببینیم چیگونه مورها را انگلیس دعوت میکنه تبدیل میکنه، شاه شجاع یک مرتبه به قدرت میرسونه، بعدم خل قدرتش میکنه، بعد فرد دیگه را میارن، یعقوب خان را به این ترتیب، امیر دوست محمد خان را نگاه کنیم، این چیزی که امروز در افغانستان میگذره که طالبان را بردن، طالبان را دوباره آوردن، بعد دیگه جدید در تاریخ افغانستان نیست. همیشه میبینیم که مورها میبرن، مورها را میارن زمانی که نیاز به ایشان داشته باشه که تا بتونن کار و اعمال خودشون انجام بدن. تا این دوران 1880 که امیر عبدالرحمن خان به قدرت میرسه، این اوضاع و احوال است که بالاخره اینا یک ماستر پلان جدیدی را که درست میکنن که در سال 1878 است که در برلین کنگره برگزار میشه، مشهور است به کنگره برلین. در این کنگره روس است، انگلیس است که دو رقیب اساسی هستند که در این منطقه در تلاش هستند برای حاکمیت های خودشان، و در فرانسه و آلمان هم به حیث میانجی هستند. در این کنگره بالاخره آلمان و فرانسه پشتیبانی از انگلیس میکنه و روس ها وادار میشن که امیر بوشهر که ایران و بعداً همین جغرافیایی که بعداً مسما به افغانستان شد یک کشور آهل درست بکنن، و از این برنامه در سال 1878 در برلین برگزار. و بعد از اون دو سال بعدش میبینیم که امیر عبدالرحمن خان به قدرت میرسونن. امیر عبدالرحمن خان قبل از اون رابطه بسیار زیاد با انگلیسی ها داشت، نامه های فراوان از امیر عبدالرحمن خان است، و همچنان یک از سند آرشیفی که آقای لحظا چند پیش از آرشیف انگلیس چاپش کردن، ترجمهش کردن، و نامه های دیگر است از امیر عبدالرحمن خان که رابطه نزدیک و احسنه با انگلیسی ها داشت، و انگلیسی ها هم این انتخابش کردن و آوردنش در افغانستان. من بکنشم کلاسه صحبت بکنم که دوستا خسته نشد، آوردن به افغانستان کمی جغرافیا و همین منطقه ساخته شد. و قبل از این که مسئله دیورت شده، ما تقریبا در کلش اگر حساب بکنیم مرز دریای آمو که با بخارا و با اون مناطق شمال صورت گرفت که در زمان نادر افشار بود که مرز شد، و بعدا میبینیم که در سال 1763 دوباره توسط شاولی صد اعظم احمدشاهی دورانی فرستاده شد و قرارداد تمدید شد دریای آمو و او سرحد شمالی باشد. و می ترتیب ما میبینیم مایلی سه جانبه را میبینیم که در زمان شاه شجاع صورت گرفت که به نام مایلی لاهور، سه جانبه لاهور یاد میشه. بعدا مایلی دوستانه دیگه را میبینیم که به قندهار است، در 1839 میان شاه شجاع و مکناتن است. بعدا میبینیم مایلی دیگر در سال 1885 پنج است که مایدی جبرود یاد میکنند، و بعدا مایدی جبرود دوم است که در 1857 صورت میگیره توسط سردار محمد اعظم خان، پسر امیر دوست محمد خان و جان لانس. با مایدی گندمک است که میبینیم در 1879 میان یعقوب خان صورت میگیره و موافقه، و بعدا همین موافقت نامه دیورند است که به نام کنفنسیون دیورند یادش میکنند، نه مایده نه قرارداد، بلکه یک موافقت نامه است که در سال 1893 برنامیش پیش میشه، اما امضا در سال 1893 نمیشه. سه سال دیگه با این در رابطه این خط صورت میگیرد. مزارات میبینیم، و مکسایی را که بر خدمت شما روان کردم در یکی از این خط ها تصویر از آرشیف است. ما میبینیم اگر این قسم بگیریم، میبینیم در بغل خطهایی که رسم شده سالها را نشان میده که چندین مرتبه این خط عوض شد، خط عوض بشه، خطا را عوض میکنه. امیر عبدالرحمن خان اسلام میکرد، مثلا در نقشه اول را که برای امیر عبدالرحمن خان آوردن که مثلا وزیرستان و این مناطق بود، امیر عبدالرحمن خان خط کشید بود نخیر ما نمیخواییم این مناطق بسیار شورشی هستن، اختشاش میکنن، اینا را نمیخواییم در تحت اراده خودم داشته باشم، گفت با این مربوط اندستان بسازیم و خواهد اندستان. یعنی خلاصه سه تقریبا چهار مرتبه، پنج و شش مرتبه
بخشا عوض شد، نقشه عوض شد و بالاخره در سال 1896 امضا شد و این توافق که صورت گرفت، تنها طرف امیر عبدالرحمن خان نبود که ما بگویم امیر عبدالرحمن خان این کار کرده، بلکه سران قبایل در اونجا بودن در اون زمان کمی امضا میشه، قرارداد امضا میشه، سران قبایل هست، نماینده های مختلف هست، حسین عمو شبه قرارداد امضا میشه و اون که به اسلام مجلس بزرگ داشتن که دیورند هم بود، نماینده های انگلیسی هم بود، سران قبایل هم بود، که در تاج التواریخ ما میخونیم که امیر عبدالرحمن خان صحبت میکنه، دیورند صحبت هایی میکنه و در اینجا هم روی خود به طرف سران قبایل و امثال از اون میکنه که تا با انگلیسی ها به ما 12 لک روپیه سالانک میدادن و بعد از اینکه خط دیورند امضا کردیم بر ما 18 لک روپیه رو میکنم، یعنی 6 لک روپیه دیگه هم اضافه میکنم، یعنی به این خط دیورند که همیشه دوستا تلاش میکنن و میخواین اجباری بسازن و تعمیلی بسازن و یعنی امیر عبدالرحمن خان مجبور کرد این باید فسخ شده بود یا این خط دیورند برای 100 سال بود، اینا همش حرفای من خود در آوردی و بی سند چیز نیست. خط دیورند نه برای 100 سال بود نه برای، فقط تا زمان حاکمیت کی بود؟ امیر عبدالرحمن خان بود، یعنی قیود قید بود با زندگی امیر عبدالرحمن خان. به این خاطر است وقتی که امیر عبدالرحمن خان وفات میکنه و حبیب الله خان در اثر کودتای خانوادگی که به قدرت میرسد و میترسد نمیخواد که افغانستان را ترک کنه، انگلیسی ها از امیر حبیب الله خان دعوت میکنه که بیا کتاب هم صحبت داشته باشیم و بحث بکنیم. امیر حبیب الله خان نامه میفرسته و به نامه خود میرسه که با تمام قراردادها و معاهده هایی که شما با پدر مرحوم امضا کردید و همشم قبول داره میشه، یعنی تایید میکنه. همونجا میتونست که امیر حبیب الله خان فسخ بکنه، بگه نه خیر ما با این قراردادها و معاهده های شما کار ندارم و فسخش میکنم، اما نمیکنه. اما میبینیم که دو سال چند سال بعدش دوباره میره به هندوستان میره و در بمبئی نه تنها که و می قراردادها و معاهده ها را با انگلیسی ها تمدید میکنه، امضا میکنه، در همین زمان هم میبینیم عضویت همو فرقه های فراماسیونری در بمبئی هم میگیره و جزء از همین حلقه های متحدین انگلیس میشه، بعدا هم بر انگلیسی ها ثابت میکنه در زمان جنگ جهانی اول که نمیذارد مرزه های افغانستان حمله به امپراتوری انگلیس یا هندوستان صورت بگیره و ثابت میکنه که یک دوست وفادار انگلیسی ها هستن و انگلیسی ها بعدا هم برش واژه سار، یعنی یکی از درباری های خودشان بر امیر عبدالرحمن خان نام حبیب الله خان عطا میکنه. به این ترتیب میبینیم که حبیب الله امضا میکنه، امان الله مثل پدر خودش که در اثر کودتای خانوادگی به قدرت میرسه و امی کار میکنه، در مایده سال لاورپندی قرارداد امضا میکنه و بعدا در قرارداد سال 21 و بعدا در 22 در همش امضا میکنه و با می نویسه که معایده ها و مسئله مرز که ما مرز بشناسیم همیشه به رسمیت بشناسه با انگلیسی ها. بعد زمان الله می بینیم در زمان نادرخان همین کار صورت می گیرد، در زمان حاکمیت بعد از ظاهر شاه و اینا حاکمیت حزب دموکراتیک است که می بینیم در سویس همین قرارداد در آخرهای حاکمیت نجیب توسط ولی فکر میکنم وکیل وزیر خارجهش وکیل توسط ازو امضا میشه در سویس و همچنان تا به این روز همش رو قبول کردم. من نمیدونم که چرا همیشه اینمی از طرف نویسندگان و محققین افغانستان و یا شاهان که به اصطلاح یک زخم ناسور برای خودشان درست کردن و مسئله را و روی از این زخم دمک میپاشن، یک جنجال را خلق میکنن و ادعای اراضی به جای را میکنن که افغانستان نصف شد. در کجا افغانستان نصف شد؟ در کجا افغانستان تجزیه شد؟ سند معتبر وجود داره که افغانستان وجود داشت؟ نخیر، یک بخش از امپراتوری نادر افشار بود، تقسیم شد و احمدشاه درانی رسید و احمدشاه این جای نگفته که من شاه افغانستان هستم. تاریخ احمدشاهی که 20 چند سال پیش بعد روی کتاب خطیش دوباره او را چاپش کردیم بیرون دادیم، تمام کتاب تاریخ احمدشاهی رو بخونه یک جای شما واجه افغان افغانستان رو پیدا کرده نمیتونیم. همچنان تواریخ که معاصر زمان امیر عبدالرحمن خان مثل تاریخ فرشته یا یعقوبی سلطانی و تواریخ یک جای نام افغانستان ذکر نشده.
افغانستان زمان این نام به خودش گرفت که در زمان عبدالرحمن خان است، جغرافیا ساخته شد. خب وقتی که ما از یک کشور صحبت میکنیم، یک کشور دارای سه عنصر است: یک جغرافیا است، حکومت است و مردم است. کمی ساخته شد، بعدا مسمی شد. پیش از این سه مرتبه در اسناد مختلف نام افغان، افغانستان یاد شده، اما نه در برگرنده تمام این جغرافیا، بلکه به بخشای از افغانستان، این مناطق کوه سلیمان، افغان نشینی‌ها را برام یاد شده. سه چهار مرتبه در اسناد شخصی، نامه ها اینا ذکر شده، اما نه در برگرنده تمام جغرافیای این منطقه. و بعد ترتیب اینجا با صحبت میکنم، بگذاریم بقیه صحبت ها. دکتر سر خالدی، میتونم بگذارم آجا بسکر 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 بسکر. یک قسم برخورد حکومتمندانه با تاریخ، برخورد قوم پرستانه با تاریخ، برخورد آماتورانه با تاریخ برای کسایی که میشنون، برای جوانای افغانستان خطرناک است. برای جوانای افغانستان، برای کسایی که میخواین از حقایق سرزمین خود آگاه شوند خطرناک است. ما باعث کسایی که خب چند روز به عمر ما مانده، شاید 8 سال 9 سال، شاید سبا به عمر ما مانده باشه، ما وظیفه داریم حقایق به جوانای خود بگوییم. حقایق، چیزی که واقعا گذشته. اگر دولت های افغانستان اینجا برادر کوشی ها بوده یا کس آمده، برادر کوشی رو خب نیدیم کور کردن، یا در دیگه کشورها صد برابر از این در منطقه بوده. در ترکیه عثمانی هر کس که پاچا میشد کل برادرهای خود میکشت. یکی از کسایی که سلطان شد 16 برادر خود کشت همون شب. در ایران صفوی از این بدتر بود. این بچاره در بین تریاک و زن در داخل حرمسرای کلان میکردن پاچا، که ای نتانه از لحاظ سیاسی، از لحاظ بدنی، از لحاظ ارتباطات اجتماعی قدرت پیدا کنه که جانشینه که پدر را خطر نبرد. وقتی اسماعیل صفوی آمد به نیشاپور آمد، همراه شیبک خان ازبک جنگ کرد. شیبک خان ازبک زیر سمای اسپا کشته شد. هدایت داد اسماعیل صفوی بر اعضای تخت خود، اطرافی های خود، که بخورین گوشت زیره. در ظرف یک ساعت گوشت، یک پارچه گوشت زیادم نماند، خام خوردن. وقتی که نادرشاه افشار کشته میشه، که اینه میکشن به خاطر که نادرشاه افشار بسیار آدم مستبد و شنی بود که بچه خود کشت. وقتی که نادرشاه افشار که آقا از او بسیار افتخاریات میکنه، وقتی بچه خود کشت، درباریایش ایره کشتن و ایره گور کردن. وقتی که افشاری چیزا قاجاری ها به قدرت رسیدن، این از گور کشیدن در بین سگا، پیشی سگا انداختن بدن نادرشاه افشار در دشت انداختن که سگا بخوره، برای اینکه اینقدر مردم متنفر از نادر افشار بود. نادر افشار، احمد شاه عبدالی، چیز محمود غزنوی، یا همشون دیلی یا حمله کردن، غنیمت گرفتن آمدن. اما نادرشاه افشار بلکه تمام مردم دیلی را قتل عام کرد. نادرشاه افشار قتل عام دیلی معروف است، دوست نادرشاه افشار. اجازه بدید تاریخ افغانستان را برتان بگویم. اما چیزی را که شما گفتین، من این را چپک گفتین، من این در سر پای خود استاد کنم. وقتی نواسی احمد، اول پیش از اینکه یاد کنم، اول شروع میکنیم از تیمورشاه پسر احمدشاه عبدالی. در زمانی که تیمورشاه پادشاه است، من یک کتاب دارم اینجا، سه جلد دیگه است. اگه اینو میتونین بخونین لطفا،
خوانده میشمی؟ بله مفهوم است. بخوانیم سبه میره. جناب پویستانی شما میدونید؟ امیر بخوانیم سبه. بله، a journey from Bengal to England، یعنی سفر تو آخر شب گو، دیگه شب بخوانیم. نه نه نه، وقتی وسط شب بخوانیم، وسط کجا نام میگیره؟ متاسفانه من براتون میخوانم. A journey from Bengal to England through northern part of India, Kashmir, Afghanistan and Persia and into Russia by Caspian Sea. 1782 سالش است. 1782 1782 این نشته کنه به نام جورج فورست. این شما میتونین بخرین. این دو جلد است. بسیار کتاب خوبش است. در بین از این نقشه افغانستان در زمان تیمورشاه وجود دارد. و این سفری که کده امی به سر کاروانش دارد تقریبا 6-7 مار در بر گرفته که از پشاور آمده، وقتی که از کشمیر میایه و تا پشاور میایه، این تمام مناطق زیر دست تیمورشاه است. کابل میایه، باز از کابل میره قندهار، هرات میره، یا تمامش دیگه شامل است. این او زمان 1782 این نشته شده. 1782 کلام سال است. 1782 36 سال پیش از آمدن مونستوار الفنستون به پشاور و به افغانستان. مونستوار الفنستون که کتاب معروف نشته کرده به نام An account of Kingdom of Kabul، گزارش سلطنت کابل، که بسیاری ها به او اشاره میکنن و میگن نام افغانستان از وقت شروع شده. نخیر، نام افغانستان 36 سال پیش توسط هر صفحه کتاب باز کنید راجع به کوههای افغانستان، مردم افغانستان، حتی نیشن افغان نیشن دیگه کتاب ذکر است، که در تمام این شاید اصلا این آقای نظری شاید هم نام شنشیده باشه این کتاب این وجود داره. پس بنابراین این خود اصلاح کنین که این نام در زمان تیمورشاه عام شده بود. من نمیگم این نام کسی مانده، نه خیلی این نمانده کسی نام، این نام عام شده بود. در همین زمان بعد از اینکه تیمورشاه وفات میکنه، پسرش به قدرت میرسه، زمانشاه. زمانشاه این مهم است برای تاریخ هندوستان و افغانستان. این زمان است که حکومت که امی کمپانی ایست ایندیا کمپانی یا هند شرقی در بنگال شروع کرده و این شروع کرده به تجاوزهای خود در داخل هندوستان. مهاراجاهای هندوستان از ایالت به ناراض هستند، پیام روان میکنند به پسر تیمورشاه زمانشاه و میگن که تو لشکرکشی کو، بیا انگلیسا را بکش از هندوستان و این لشکرکشی کو بکش، ما امی مصارف لشکرت هر روز چند هزار سکه طلا میتیم. این یک کتاب است به نام تاریخ سیاسی ایران و انگلیس، نوشته محمود محمود. امیر لطفا یادداشت کنید، به نوشته محمود محمود تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 نام کتاب است. در این مفصل این نوشته شده. این چیز قبول میکنه، نواسه احمد شاه عبدالی قبول میکنه. این به خاطر چرا این مهم است؟ برای اینکه ما بدبختی های افغانستان که شروع شده بعد از این تاریخ شروع میشه که این چطور شروع شد؟ در چرا یک امپراتوری مستقر که انگلیس از اون میترسید به این روز افتاد؟ دلیلش نیست که خانه جنگی و بچه ها را کشت کرد. آقای نظری گوش بگیرین که چی واقع شد. وقتی که این حمله میکنه زمانشاه به نزدیکای دهلی میرسه، انگلیس ها مشوش میشه. انگلیس ها چی میکنه؟
و قدرت مقاومت ندارن در مقاومت ندارن در برابر اردوی لشکرکشی افغانا. و یک ایرانی الاصل به نام امیال نامش به خاطر او در بمبئی بود زیر قومیت انگلیس ها بود، این روان میکنن به دربار قاجار، به دربار قاجار روان میکنن با تحایف زیاد و با او به او میگن که شما از لشکرکشی کنین بالای افغانستان، با او یک معاهده امضا میکنن و او با او هم در کتاب محمود محمود این نشته است، در کتاب تاریخ روابط انگلیس و ایران این مفصل نشته است و ایتو نشته میکنه که ایتو در تعاف در موافقت نامی که با ایرانی ها امضا میکنن انگلیس ها در او گفته میشه که اگر افغان ها بالای هند برطانوی حمله کنه شما با یک اردوی غولپیکر بالای افغانستان حمله میکنین و واره تنبیه میکنین و واقع نمتون میشه چیز در میرسه به نزدیک های دیلی زمانشا که قوای ایرانی به بهانه از این که ما بیادر کلان زمانشا را میخواییم پاشا بسازیم شاه محموده او را پیش انداختن شاه محموده و کامران بیاده بچه ایدرا طرف ایرا سر ایرا تمرن میکنن و سر قندار این مجبور میشه که زمانشا پس بیاید، زمانشا پس بیاید در افغانستان بین در اینجاست بین ایرانی ها و یا جنگ سرد. در این زمان در کتاب اینجا کتاب است که شما این بخواه شاید احتمال میشکنم از کتاب آقای چیز است صدیق فرهنگ است به نام افغانستان در پنج قرن اخیر، در این دو سند است در این کتاب، یک مکتوب است که وفادار خان وزیر اعظم زمانشاه روان میکنه برای اول مکتوب است که وزیر اعظم یا صدر اعظم قاجاری روان میکنه به زمانشاه که میگه ما در اینجا قصد دیر نداریم که شاه محمود را در تخت کابل بشانیم، بلکه ما میخواییم این را در هرات برش بده، فقط هدف ما میست. وفادار خان در جواب مکتوب در اون مکتوب ایرانی ها واضحاً نام دولت افغانستان میگیرند. این سال 1789 سکنین ده سال 1789 در مکتوب رسمی اندی کتاب است، شما برین کتاب آقای فرهنگ واس کنین، مکتوب رسمی صدراعظم ایران برای دولت زمانشاه که میگه که ما چیز داریم میخواییم برادر کلان تا به محقش برسنیم در ایراد چیز قدرت برش بدیم. با در جوابش وفادار خان صدر اعظم زمانشاه نوشته میکنه برش میگه که اگر شما حمله نمی کردین ما تا حال انگلیس ها را از هند کشیده بودیم و بازم میگه که ما دولت افغانستان قدرت تذیر داشت که انگلیس ها را بکشه از افغانستان، اما شما ناجان مردن است به سر حمله کردین ما مجبور شدیم که پس بیم. یعنی در این دو مکتوب که در این کتاب آقای فرهنگ است نام افغانستان ثابت میشه و این رسمی که هم دولت قاجاری میگه دولت افغانستان، هم دولت هم خود زمانشاه صدر اعظمش میگه جواب میده. خب بعد از این چی میشه؟ متاسفانه در این جنگ زمانشاه شکست میخوره و این کور میشه، تمام بدبختی افغانستان از این میروز شد. بعد از اینمی واقعه بین اختلافات برادری یا بین برادرها سبب از این میشه که بی ثبات شود دولت افغانستان. خب این بی ثباتی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که باز هم تا زمانی که شاه شجاع پادشاه هنوز هم آقای نظری گفتن که شاه شجاع انگلیس آورده بود. نخیر، شاه شجاع پادشاه مقتدری بود، امپراتور مقتدری بود در سال 1800
در سال که چیز می آیم 1809، در سال 1809 مونستور الفنستن باعث سفیر دولت هند برطانی در اون زمان نبود، هند کمپانی هند شرقی بود، باعث دولت در بنگال کار میکرد. این می آید با یک دبدبه با 200 نفر اعضای تشریفاتی و اعضای تحقیقاتی به درباره چیز می آید شاه شجاع می آید در پایتخت زمستانی شاه شجاع در پشاور. در اون زمان از کشمیر تا نیشاپور در دست افغان ها بود. شما فکر کنین هنوز هم در زمان شاه شجاع در دور اول پادشاهیش افغانستان از کشمیر تا به نیشاپور چیز داشت، حاکمیت داشت. به می خاطر کتاب آقای الفنستن چی است؟ عنوان نامش چه قسم است؟ نامش میگه که An Account of the Kingdom of Kabul and its ممجدارم An Account of the Kingdom of Kabul Kabul Basi اسپیل کرده and its dependencies in Persia، یعنی تعلقاتش در فارس که امین مشهدی ها بود، and Tartary که در شمال دریای امو بود تا بخارا و یا and India کشمیر ها رو میگه. یعنی در اون زمان حتی درس به جزه است در بخش دوم ادامه صحبت شما رو داشته باشیم. خب من میخوام میره خلاصه کنم ختمش کنم باید میمون میشه بر شما. یعنی این میایه یادم به خاطر چی میایه اصلا؟ هدف یه چیز، هدف از ایسته که در اون زمان ناپلیون میخواست به کمک فارسا بالای هند حمله کنه. ای آمد مونستور الفنستون یک قرارداد، یک توافقنامه امضا کرد همراه شاه شجاع که در صورت حمله ناپلیون و به کمک فارسا خودت چیز میکنی، با وا جنگ میکنی. او را قبول کرد و در او زمان امی آدم در این کتاب شکل بخانین میگه که تمام راجع به افغانستان که معلومات بسیار مفصل در کتاب وجود داره. خب بعد از ایسته که ما وقتی که الفنستون پس میره تقریبا 9 سال بعد از او یا کوشش میکنن که امپراتوری افغانستان از امپراتوری ابدالی را یا دورانی را ضعیف بسازن. به خاطر ضعیف ساختن از این چی میکنن؟ رنجیت سنگ پیش میپتن. بعد از اینکه رنجیت سنگ یا با کمک انگلیس ها رنجیت مناطق میگیرن در اینجا انگلیس ها میاید تا به حتی تا پشاور یاره. بعدا انگلیس ها رنجیت سنگ انگلیس ها او را پس میکنن، او را بایست یک حائل بود بین افغانستان و بین هند برطانوی. هند برطانوی در که ایجاد شد این مناطق از چیز کرد تا این کرد شامل هند برطانوی ساخت، اما یک مناطق بود، یک تعداد مناطق سرحدی بود که بین افغانستان و هندستان این لاینحل مانده بود، حاکمیت در این وجود نداشت. این مناطق از چترال گرفته تا به کویته، این تمام امی که بعضا به نام فتح یاد میشد فدرالی ادمنستریتد ترایبل ایریاس در پاکستان، این مناطق این معاهده دیورند هم قسمی که آقای کوهستانی گفت راستی این چیز سبب چیز بود، تشنجات بود برای هند برطانوی و برای منطقه. اینال این معاهده دیورند که امضا میشه معاهده سرحدی نیست، خود سر مورتمر دیورند این تایید میکنه. او میگه این معاهده به خاطر تعیین حدود صلاحیت های قانونی در وقت اجرای چیز است، امنیت است بالای مردمی که جز هند برطانوی نیستند.
این واضح میگه. جناب خالدی معذرت میخوام، این مائده دیورن موافقتنامه دو ایران درست است یا مائده دیورن؟ هر دو شکل ما نداره. بین دو، بین امیر افغانستان و بین سر مورتیمر دیورینگ وزیر خارجه هند برطانی بود امضا شده، مائده توافقنامه عین موضوع است. خب اون بحث صد ساله که با اجازه بسید به اون نره این فعلا همی سادیه شو برتان بگیم. وقتی که امضا میشه، بعد از اینکه امضا میشه در ای در 1893 امضا میشه، در 1897 از در این مورد از آقای مرتمر دیورن سوال میشه، خبرنگار سوال میکنه، خبرنگار سوال میکنه که ای معاهده چی است؟ او میگه که امی موضوع سرحد مطرح میکنه. او میگه نخیر اشتباه نکنید، این معاهده سرحدی نیست. خود سر مرتمر دیورن این موجود است در بریتانیکا انسایکلوپیدیا که برین این رو میتونید پیدا کنید. میگه که این معاهده حدود صلاحیت امیر و از هند برطانوی را بالای مردمی تعیین میکنه که مربوط هند برطانوی نیستن. این واضح میگه و میگه که این مناطق جز هند برطانوی نیستن. هند برطانوی بعدا در یک قانون نشر میشه در 1935 حدود هند برطانوی تعیین میشه. در حدود هند برطانوی این مناطق شامل نیست. وقتی که این مناطق شامل نیست و بعدا معاهده بعد امان الله خان که جنگ افغان و انگلیس صورت میگیره 1919 در معاهده راولپندی ای را تایید میکنه، چون انگلیس ها فشار میارن که باشه. همچنان بله، همچنان حبیب الله خان وقتی که نمیکنه به خاطر از این که معاهدات انگلیس با امیرای افغانستان به حساب شخصی امضا میشد، هر امیر که میمرد تمام معاهدات فسخ شدگی بود. وقتی حبیب الله خان پادشاه شد در 1905 انگلیس ها از او تقاضا کردن که این رو باید تایید کنی و او تایید کرد. در معاهده 1919 وقتی تایید شد انگلیس ها و امو ویلیام گرانت که نماینده انگلیس بود، وزیر خارجه هند برطانوی انگلیس بود، اون نوشته کرد با که این با این معاهده افغانستان در امور داخلی و میگه که امضا قلم میکشه یک خط نشته میکنه عنوان علی احمد خان رئیس هیئت افغانی برازم به اون نشته میکنه با امضای این معاهده تمام معاهدات سابقه فسخ است و با امضای مائده دیگه ما سبسیدی افغانستان نمیدیم. بعد این میره در مائده کابل در 1921 این تایید میشه. منطقه مائده کابل 3 سال اعتبار داره. 3 سال اعتبار داره. در 1925 وزیر مستعمرات انگلستان ای را میره به پارلمان انگلستان میگه که این وقتی مائده به پایان رسیده، هم حکومت افغانستان میتونه اینو فسخ کنه، هم ما میتونیم فسخ کنیم. اینو تقاضا میکنه چیز از 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 وزیر عدلیه یا لیگل ادوایزر هندستان که اگر افغانستان اینو چیز کنه فسخ کنه آیا این در صلاحیتش است؟ و میگن بله در صلاحیتش است اینو فسخ کنه. بعدا در 1949 وقتی که انگلیس پاکستان ایجاد میشه، پاکستان بمباری میکنه در کنر. وقتی که در ببخشید در پکتیا بمباری میکنه، بعد از این افغانستان لوی جرگه رو میخواه و لوی جرگه این مائده رو فسخ میکنه و تمام مائدات استعماری رو فسخ میکنه. بنابراین این در صلاحیت دولت و بعدا امی حکومت انگلستان این امیر یک سال چیز حقوقی میگیره از وزیر عدلی خود که آیا با وجود آمدن پاکستان آیا وارث پاکستان وارث این مناطق است؟ میگه نه. وکیل حقوقی حکومت انگلستان سندش اینجا پیش می وجود داره، انگلیسیش هم دلیش هم نشته میکنه که پاکستان وارث این منطقه نیست. پا
پاکستان وارث مناطق هند برطانوی است. هند برطانوی تا پیشاور بود اما شامل سوات نبود، شامل چترال نبود، شامل باجاور نبود، شامل کرم نبود، شامل ساوت وزیرستان و نورت وزیرستان نبود. و برای که میگه که بین هند برطانوی و افغانستان یک بفر زونه سر مرتمر دیوران نگه، ما یک بفر زون ایجاد کرده بودیم، یک منطقه حائل ایجاد کرده بودیم که بین سرحد افغانستان و هند برطانوی یک منطقه حائل باشه. این اون منطقه حائل بود. بنابراین وقتی که پاکستان به قدرت میرسه، پاکستان بالای مناطقی که از هند برطانوی به او به میراث رفته بود کنترل داره، صلاحیت داره، اما بالای مناطق که به اساس معاهده دیورن انگلیس ها او را ادمنستریشنش گرفته بودن صلاحیت نداره. بنابراین اگر افغانستان به کدام محکمه بین المللی بود، موضوع 100 سال هیچ معنی نداره، ولی اگر افغانستان به کدام محکمه بین المللی بره، امی ما امو سند اصلی حکم و سارنوال انگلستان دارم که نشته کرده که اگر افغانستان به کام محکمه بین المللی بره این صلاحیت داره بره، و اگر افغانستان اگر مردم این منطقه بخواهد که شما میخواهید پاکستان باشین یا افغانستان، و افغانستان قبول کنه، افغانستان میتونه این را قانونا از خود بسازه. ولی من نمیگم که این باید بسازه، ولی این از لحاظ حقوقی شکلش نیست. تشکر.